کنایه‌ای مثلا کلمه کنیم در باره تو به کار برده شد، تو توی اینستاگرام جواب دادی و حالا جواب خیلی محترمانه هم دادی. اما از این که بالاخره تو اینقدر پخته‌ای که اینجوری برخورد میکنی الان با این قضیه و اینا، واقعا خوشحالم. بر صورت نشون دهنده اینه که از نظر ذهنی پیشرفت کردی، رشد کردی. دوست داری اصلا در مورد این مسئله اصلا حرفی بزنی یا اصلا دوست نداری صحبت کنی؟ ببینید درباره این مسئله شما خودتون یه پست خیلی خوب گذاشته بودین و مشخص کرده بودین که آدم ها چجوری باید زندگی کنن و از آقای مدیری که من خودم دوستش دارم واقعا، و خودتون حتی گفته بودین که باید یکم سیصد نشون میداد و یکم سنجیده تر این بحث رو مطرح میکرد، بحثی که واقعیت نداشت. ببینید اگر بحثی واقعیت داشته باشه خب همه میپذیرن، ولی خب بحثی که واقعیت نداشته باشه کسی نمیپذیره. یعنی من خودم به شخص نمیتونستم بپذیرم، خیلی هم با خودم کلنجار رفتم هیچ چیزی نگم، ولی خب گفتم که چون داره بحث یکم بزرگ میشه و تو ذهن مردم میمونه، واقعیت نمیخواد، دوست داشتم بمونه تو ذهن مردم. چون همونجور که توضیح هم داده بودم، ما حدود 2 سال پیش یه تایم کوتاهی با هم دوست بودیم و بعد از آن تمام، هیچ ارتباطی دیگه با هم نداشتیم. و حالا متاسفانه این عکس ها هم که اومد بیرون، یه شخصی این کارو کرد که حالا نمیشه چون همینجور عکس بیاد بیرون. نه من هیچ وقت از هیچ کس من تو زندگی گله نمی کنم، شکایتی نمی کنم، چون هر کاری که هر چیزی که اتفاق میفته ما خودمون میتونیم از قبل پیشگیریش کنیم و اینکه یه کارهای انجام ندیم که بعدا یه سری اتفاقات نیفته. و من میگم خودم مقصر بودم که عکس گرفتم و اینکه حالا اینا پیش اومده دیگه مقصرش من نمیدم که چرا مردم فهمیدن، ولی خب من هیچ وقت این کار نمیکنم برم از کسی شکایت کنم. و بحثش هم کلن دیگه اصلا دوست ندارم دعوای صحبت کنم، چون هیچ چیز خاصی نبوده. به هر حال حالا زندگی مردمه، نه اینکه واسه من، شاید واسه خیلی اتفاق بیفته، واسه بقیه بازیگر و آدمایی که یکم تو چش هستن و مردم دوست دارن درباره این قضیه بدونن. چون آدمای سلبریتی، خب من معنی سلبریتی رو بعدا به من بگو چیه، من خیلی دنبال اینم بدونم چیه. همه میگن سلبریتی، من هیچ وقت نفهمیدم اینو. و دوست دارن درباره آدمایی که یکم معروفن سرکشون جذاب مردمه، عجیبی نیست مردم. آره جذاب واسه شون و واسه من چیز نرمال و عادی بود که اصلا برام مهم هم نبود. خب الان از یعنی این چیزایی که پستایی که میبینی، حرفایی که میبینی، اینا اذیتت نمیکنه؟ بحثایی که میبینی من که دیگه... یه جایی هم به نظر میاد من یه جایی هم آخه به نظر میاد که هوایی به هم میزنه. هوایی که میدونی منظورمون چیه، یعنی بالاخره یه از دور یه چیزایی به هم دیگه پرت میکنه. حالا نمیدونم این ما یعنی یا چیزی که بیرون در میگن درسته یا غلطه. نه اصلا من اصلا کلا یک بار توضیح دادم که الان بار دوم توضیح دادم و هیچ وقت هیچ توضیحی هم نمیدم به کسی و نخواهم داد. و یه اتفاق بود که افتاد و من توضیح دادم درباره این جریان که هیچ رابطه نبود و نیست و یه ارتباطی همه مردم دنیا، چه مردم عادی چه آدم های معروف، این ارتباط رو دارن، با یکی دوست میشن، تمام میشه یه روزی شروع میشه دوباره یه اتفاق دیگه. و من حالا بگم یکم شروع کردم تازه توی ارتباط هستم و اصلا کلا اون گذشته و تمام شده واسه من. بسیار آقا پس ممکنه که تو هم مثل چند تا فوتبالیستایی که الان جدیدن ازدواج کردن به زودی ببینیم یعنی تصمیم تو برای زندگی مشترک گرفته باشی یا نه؟ حالا تصمیم و قصد رو که داریم، ولی حالا باید در آینده ببینیم چه اتفاقاتی واسه من میفته. نمیدونم خودم، من دنبال ازدواج کردن هستم واقعیت، اولی هم اولین بار دارم به شما میگه ایشالله که خوشبخت بشی. حالا هر زمانی که خودت صلاح بدونی این اتفاق برد.
مرسی شما، من دیگه مزاحمت نمیشم، یک ساعت و ده دقیقه هم مزاحمت شدیم. خیلی خوب خوبی بود، ازت ممنونم، برات آرزو موفقیت میکنم، سال خیلی خوبی داشته باشی، چه این فصل تمام بشه چه این فصل تمام نشه، امیدوارم که سال دیگه در یک تیم بهتر ببینیم تو، اخبار تو دنبال کنیم با علاقه. قربون شما، مرسی. منم واسه چندمین بار واسه به مردم باز میگم، همونجوری سال خوب، سال رو خوب شروع نکردیم متاسفانه، ولی خب ایشالله که سال خیلی خوبی و پیش روشون داشته باشن و امیدوارم بهترین اتفاقا در آینده براشون رقم بخور، همچنین شما مواظب خود باش. قربون شما.